پس از ماه‌ها سکوت، خبرها در رابطه با مذاکرات برجام و پرونده اتمی رژیم مجدداً فعال شده. برخی نمایندگان جمهوری‌خواه در آمریکا تلاش می‌کنند از ورود بایدن به یک توافق هسته‌ای با رژیم جلوگیری کنند. از طرف دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافقاتی با رژیم برای نصب دوربین در سایت‌های اتمی انجام داده. سمت سوی این تحولات و ربط اونها با قیام سراسری مردم ایران چیه؟ آیا رژیم با این اقداماتش و با کمک کشورهای خارجی میتونه مانع بروز قیام در سال جدید بشه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با دکتر صوفی سعیدی، استاد دانشگاه در امور روابط بین المللی. با سلام و خوش آمد به شما خانم سعیدی. اولین سوالم در مورد سرنوشت برجام، تحلیل شما از آخرین مواضع آمریکا و سایر کشورها در این رابطه چی هستش؟ اجازه بدین که من خدمت شما و همه بینندگان محترم و همچنین هموطنان عزیزمون در ایران و سایر نقاط، به ویژه هموطنان مبارز کشورمون، سلام عرض بکنم. در رابطه با سوال شما، بله، تحولات گفتاری و موضع‌گیری های متفاوت و مهمی رخ داده در رابطه با برجام. البته همونطوری که همه هموطنان محترم خودشون آگاه هستند که این مقوله به اصطلاح مذاکرات برجام که در میان صورت میگرفت 8 ماه هست که در واقع یک کشتی به گل نشسته هست و هیچ فعالیتی در اون رابطه وجود نداشته. و اون چه که مهم هست در رابطه با صحبت‌ها و انعکاسات اخیر در رابطه با طبیعتاً اگر اجازه بدیم با خود صحبت‌های نمایندگان دولت آمریکا شروع بکنم و موضع‌گیری اونها. اون چیزی که ما میدونیم، یکی از شخصیت‌هایی که خب به هر حال به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید، آقای جک سالیوان، صحبتش مهم هست در یک نشست اخیری در واشنگتن. از ایشون در رابطه با ایران سوال شده و موضع‌گیری دولت آمریکا، و اون هم خیلی مهم بوده و اینکه تا اونجایی که به برجام برمیگرده، قاطعانه دولت آمریکا به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که رژیم به 90% غنی‌سازی که خودش حقیقت در حد یک بمب اتم هست برسه. در این حال تاکید داشته که خب طبیعتا مثل یک سیاست کلی که همیشه تو دنیای دیپلماسی عنوان میشه و اون که ابتدا به مذاکرات یه شانسی بدیم، این رو هم باز عنوان کردن و یک سیاستی هست به نام چوبا هویج که همیشه هم اون رو عملی کردند، به معنای اینی که خب ما فرصتی به دیپلماسی میدیم اما قاطعانه هم مبارزه میکنیم و قاطعانه هم جلوگیری میکنیم از اتمی شدن رژیم. نکته جالب دیگه این بوده که ایشون تاکید کرد که در این حال که ما میخوایم دیپلماسی باشه، در این حال که اجازه اتمی شدن و بمب اتم به ایران رو نمیدیم، اما اگر یک کشوری مثل اسرائیل احساس بکنه که تهدید امنیتی اون ایجاب میکنه که به ایران عکس العمل نشون بده، حمله بکنه، جلوگیری نمیکنیم. طبیعتاً یک قاطعیتی در این صحبت ها ما مشاهده میکنیم از جانب سخنگو و یک مشاور امنیت ملی آمریکا. مهمی دیگه در رابطه با خود آمریکا این هست که نمایندگان جمهوری خواه و مجلس قانونگذاری دولت آمریکا هم فعالیت های بسیار گسترده در رابطه با 6 لایحه متفاوتی داشتند که همین روزا هم این فعالیت ها همچنان ادامه داره و اینها فعالیت های بازدارنده، یعنی یک لوایحی هست که در رابطه با جلوگیری از لغو هر نوع قانون ضد تروریسم متوجه ایران و سپاه پاسداران میشه، محدودیت های هرچه بیشتر در رابطه با سپاه پاسداران نیروی قدس هست و عوامل دست اندرکاران تروریست رژیم، و همچنین اجازه ندادن به گسترش های تسلیحاتی رژیم و خریداری اون. ما میدونیم که به هر حال در تحت خود اون قرار داده به سال برجام هم تا اکتبر سال جاری اون چه که من بوده در رابطه با خریداری تسلیحات توسط رژیم ممکنه که خاتمه پیدا کنه و در این حال یک چنین لوایحی میتونه از اون جلوگیری بکنه که نشون دهنده اراده نمایندگان و جمهوری خواهان آمریکا هست در رابطه با جلوگیری از رژیم برای دسترسی به تسلیحات و
سلاحایی که باعث هر چه بیشتر خانمانسوزی در منطقه میشه. من مطمئنم که همه بینندگان خودشون از این انگیزه رژیم مطلع هستند. در رابطه با نکات دیگه‌ای که قابل ذکر هست این است که به هر حال رویترز هم مطالبی و دیگر رسانه‌ها چاپ کردن در رابطه با که قبلا هم گویا اینها درز نکرده بوده ولی الان عنوان شده، در رابطه با موضع‌گیری‌های ترویکای اروپایی، بریتانیا، انگلیس و فرانسه، در رابطه با اینکه به هر قیمتی اونها هم مخالف هستند و جلوگیری خواهند کرد از غنی‌سازی 90% که گفته میشه که این غنی‌سازی تا این میزان خودش در حقیقت یک سلاح اتمی هست و یا بمب اتمی، و اینی که اونها اگه لازم باشه برای این جلوگیری از مکانیزم باشه استفاده بکنن این کار رو خواهند کرد. بنابراین این هم یک قاطعیت دیگه هستش که ما میبینیم که دارن اروپایی‌ها نشون میدن. و همچنین دبیر کل ناتو هم در همین واشنگتن در ماه آوریل یک جلسه که عملا این جلسه در رابطه با منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و تسلیحاتی و اتمی بوده صحبت کرده و به ایران اشاره کرده و اینی که هر گونه اهداف غنی‌سازی رژیم رو باید ازش جلوگیری کرد و قاطعانه جلوی اون ایستاد. این مجموعه تحولات البته باید بهتون بگم، البته یک مقوله سفر آقای گروسی و بازدید و حداقل سعی بازدید آژانس بین‌المللی اتمی انرژی اتمی هست که از ایران صورت گرفت و حالا باید ببینیم که جزئیات اون چیه، چون یک شورای حکام انرژی اتمی یک در اوایل ماه ژوئن جلسه خواهد داشت که اونجا هم قاطعانه ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پیامدهایی خواهد داشت. بله. عموما اگر که من در پایان همین سوالم اگه اجازه بدیم فقط این رو تکمیل کنم سریع، اینه که اگر حتی به خود تحلیل‌های تونجا که به برجام و این که آیا ادامه خواهد داشت یا به هر حال هیچ شانسی برای اثرگیری مذاکرات خواهد داشت یا اراده‌ای بین المللی در این زمینه وجود داره، میتونیم حتی اشاره کنیم به کلیت نظر صاحب نظران خود رژیم، تحلیلگرانش، متخصصین مختلفش در امور بین الملل که میبینیم که اونها هم شانسی و امیدی و واقعا انگیزه در رابطه با احیای مذاکرات از طرف دولت اروپایی و آمریکا نمیبینن. و نهایتا من حتی اشاره کنم به مشاور آخوند روحانی حمید ابوطالبی که اونم تحلیل تقریبا گسترده کرده، ولی در یک کلام باید بگیم که خودش خلاصه کرده و گفته که بازگشت به برجام غیر ممکن هست. بله بسیار عالی. دکتر سیدی شما از سرنوشت برجام و مواضع کشورهای غربی به طور خاص گفتید برامون. حالا این روزها ما شاهد تنشی هم تو خلیج فارس هستیم، همین توقیف نفت کش توسط رژیم. ارزیابی شما از این تحولات چیه؟ چرا رژیم اقدام به توقیف این نفت کش میکنه؟ این نفکش ها البته باید ارز کنم که خب به حال یک تحول قابل تعاملی است، به این دلیل که دو بار در یک هفته دو نفکش رو گرفته. یکی نفکش خود آمریکایی بوده که تو پایگاه بحرین و با پرچم پاناما که میدونیم اون توقیف داره، یکم قبل از اونم مال دولت مارشال آیلند بوده که اون تو بندر عباس توقیف کردن که اینا در حقیقت از تنگه هرمز همطور که گفتین داشتن رد می‌شدن که یک پنجم به هر حال اهمیت استراتژیکش اینه که پنجم نفتایی که از این مناطق نفتخیز کشورهای خاورمیانه داره به دنیا منتقل میشه توسط همین تنگه هست که اهمیت بسیار ژئوستراتژیک داره. و به هر حال ببینید از لحاظ اینه که عکس العمل دولت آمریکا چی بوده که خب قاطعانه وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که اینا اصلا مغایرت داره با نرم ها و قوانین بین الملل که رژیم از اونا داره سرپیشی میکنه و اونا رو واقعا زیر پا میگذاره و باید هر چه زودتر این نفکش ها رو آزاد بکنه. ولی ببینید حتی اگر که بخوام از لحاظه پاسخ سوال شما خیلی مشخص، تحلیل هایی که از به هر حال انستیتوهای امنیتی و کسایی که واقعا مسائل ریسک رو آنالایز و تحلیل میکنن و توجه دقیقی به یک چنین حرکاتی از جانب رژیم و توقیف نفتکش ها دارند، اونها هم اخیراً تحلیلی که ارائه دادن مبنی بر این بوده که
خیلی مشابه دوران زمامداری آقای ترامپ در آمریکا که فشارهای سنگینی رو به لحاظ مالی و تحریم‌های گسترده به خاطر فعالیت اتمی رژیم اعمال کرده بود روی ایران و در حقیقت خود برجام رو کنار گذاشته بود در اون دوران، عکس العمل‌های رژیم رو این تحلیلگران مشابه عکس العمل کنونی میدونن و میگن که اونجا هم هر بار که رژیم با در تنگنا قرار گرفته و فشار کاملی از طرف آمریکا بهش وارد شده، یک چنین عکس العمل‌هایی نشون داده. تحلیل واقعی هم همینه. اینها نشانه گردنکشی‌های قدرتمندانه این رژیم آخوندی، این رژیم واقعا دیکتاتوری مذهبی نیست. اینا در واقع یک سری عکس العمل‌های اثر استیصال و تحت فشار باید اونها رو تحلیل کرد. بله، اثر استیصال رژیم کارا رو انجام میده. از موضوع نفتکشی ها برگردیم به موضوع اتمی رژیم. من سوالم اینه که تو رابطه با هم بازرسی ها از سایت های اتمی رژیم، الان ظاهرا مثل اینکه یه توافقات بی سر صدایی بین رژیم و آژانس سر همین نصب دوربین های نظارتیشون صورت گرفته. شما این رو چطور میبینید و تو این رابطه ارزیابیتون چیه؟ این دلیلی وجود داشته، تحلیل واقعی و درسته اون این است که دلیلی وجود داشته برای این کار و باز هم الان من در خاتمه این نکته هم اشاره میکنم که نتیجه گیری اون تحلیل چه. شروع اون البته باید برگردیم ببینیم که چی بوده و دلیلش چی بوده. مقوله نصب دوربین ها توسط آژانس که هنوزم باید ما باید تاییدی اون رو بگیریم از خود آژانس انرژی اتمی و تاییدی دیگری که باید بگیریم اینه که آیا مثل سال گذشته رژیم میاد یه ما فقط ضمنی میکنه برای نصب دوربین ولی حتی اجازه نمیده که تمام اون چه که ضبط شده که اصل کار و هدف این هست به دست آژانس برسه و اونها رو به کسی ارائه نمیده. اما در واقع شروع این مقوله که اگر صحت اون رو هم ما دریابیم این هستش که خود دولت‌های اروپایی یعنی ترویکا اومدند و در همین چند هفته گذشته چیزی که اعلام شد بیرون این بود که گویا اونها یک جلسه مشاورتی با 10 تا از نمایندگان ارشد کشورهای اروپایی و سازمان ملل ترتیب داده بودند، در یک بریفینگ و صحبتی بوده دقیقاً در رابطه با مسئله غنی‌سازی و جاه‌طلبی غنی‌سازی رژیم و اینی که در همون مواد صحبتی که کردیم درجه 90% ممکنه برسه و باید در رابطه با اون چه کرد. و اتفاقا موضوع این صحبت این جلسه این بوده که چطور تحت بندهای خود قطعنامه 2231 شورای امنیت ملی سازمان ملل بتونن راهبردها و قدم‌های بعدی رو برای کشیدن و استفاده از مکانیزم ماشه پیش ببرن. میدونیم که هر کدوم از این کشورهایی که در تحت برجام قرار دارن میتونن و این امکان رو دارن که این کار انجام بدن. در پی این بوده که گویا 11 اردیبهشت سخنگوی دولت کنعانی اومده در یک گزارش در یک کنفرانس خبری اعلام کرده که ما اجازه دادیم که این دوربین ها نصب بشه توسط آژانس. در این حال ببینید اگر که بخوایم که تحلیل روشن‌تری هم بگیریم از این، باز هم یک بار دیگه ضعف رژیم و در استیصالش که نشون دهنده این بوده که حتی توافق کرده و نگران هستش که شورای حکام در جلسه آتی خودشون چه موضعی رو علیه رژیم و چه قدامی رو صادر بکنن، این است که باز هم اومده یک بار دیگه در آخرین روزهای اخیر صحبتی که کرده این هست که اشاره میکنم به کنعانی، گفته که ما البته با رعایت خط قرمز خودمون بازم اعلام میکنیم که ما آمده هستیم برای مذاکرات اتمی و این پنجره هم زیاد باز نمیمونه. خب طبیعتاً در حالی که من در صحبت‌های پیشینم اشاره کردم به موضع‌گیری دولت‌های غربی و کلان خود ایالات متحده و عدم تمایل برای ادامه و هر گونه مذاکره برجامی، خب این نشون میده که رژیم باز هم از فرط استیصال و درماندگی ناچار هستش که نشون بده که یک تمایلی داره به اینی که میخواد مذاکره بکنه و نیاز داره به این مذاکره به خاطر تحریم‌های شدیدی که مواجه هست با اون و به همچنین دوباره بیاد و علنا بگه که ما حاضر به مذاکره هستیم.
بله دکتر سعید، شما به موضوعات تحولات اخیر یک هفته اخیر اشاره کردین. اگه بخوام این تحولات رو، یعنی همین موضوع برجام و مذاکراتی که اتفاق میفته، از اون طرف هم دزدی دریایی سر نفتکش ها رو، با اوضاع انقلابی جامعه ایران خودمون و موج دوم قیام سراسری مردم ایران مورد بررسی قرار بدیم، چه نتیجه میشه از این موضوع گرفت؟ یعنی آیا رژیم با این اقداماتش تو سیاست خارجیش میتونه مانع بروز مثلا یه جرقه، به اصطلاح جلوگیری کنه از یه جرقه جدیدی در قیام مردم ایران؟ روابط بین الملل البته بسیار مهم هستند، تا اونجایی که برمیگرده به اراده مردم یک کشوری برای به دست آوردن دموکراسی و برای سرنگونی در تمامیت اون یک رژیم دیکتاتوری واقعا ددمنش و آخوندی مثل رژیم کنونی ایران رو. بنابراین این یک میتونه عامل بسیار کمک کننده باشه، ولی نه عامل تعیین کننده. یکی از اتفاقا من اشاره کنم که در طی 10 سال گذشته در حیطه تخصصی من در رابطه روابط بین الملل خود دوران انتقال بوده از دیکتاتوری به دموکراسی، و در حین این بررسی ها و به قول معروف حیطه کار تخصصی ما برخوردیم، و من اینو فقط اشاره میکنم به خاطر اینکه به این سوال شما مربوطه. دوران های انقلابی در قرن 21 که اینها رو به 3 دوران الان میگیم که واردش شدیم، و دوران آخر که 2018 بوده به دوران کنونی که ما امیدواریم که و میدونیم یقینا وارد اون میشیم در دوران انقلابی ایران و انقلاب نوین دموکراتیک آینده ایران که باش مواجه هستیم. در هیچ کدام از این دوران‌های انقلابی که ما میگیم در قرن 21 اگر بررسی بکنیم، امری و پارامتری خارج از اراده خود مردم برای تغییر و شرایط انقلابی اون جامعه تعیین کننده نبوده در سرنوشتشون و در عملا تغییر اون دولت، که بسیار هم در اون دولت ها موفق بودند و تمام اینها سنجش شده و مدارکش موجوده. بنابراین بسیار البته مهمه، و بارها من فکر میکنم گفتیم و همه به اون معتقد هستند، که حمایت های بین المللی در راستای مقاومت مردم و اراده اونها برای سرنگونی و روی کار آوردن دولت دموکراتیک واقعا نوینی که در ایران خواهد بود بسیار مهم هست. اما اون چه که ما باید اشاره بکنیم که خیلی هم بهش واقف هستیم و میدونیم که اصلا محلی از اعراب نداره و واقعا تأثیری هم نداره، ولی بازم میگم، تأکید میکنم که ما از دیدست ما دور نیست. یک در واقع فعالیت ها و اهداف های پس کنید حتی وزارت اطلاعات سپاه پاسداران هست که میبینیم که در رسانه ها و در فضای مجازی بسیار هم فعال هستند و ترویج میدن صحبت های از قبیل این که ما به جای که از فروپاشی، وقتی جامعه و جوانهای انقلابی و مبارز دارن صحبت میکنن، به جای قهر انقلابی اینا از فروپاشی صحبت میکنن. خب این که اصلا مقوله فروپاشی، همونطور که من اشاره کردم بهتون در رابطه با حتی بحث تخصصی خود من، اینا اصلا جایی برای تغییر بنیادی یک سیستم های دیکتاتوری ندارن. بنابراین اینها میبینیم که ترفندهای در حقیقت خود همین رژیم و دوستدارانش و طرفداران و حامیانش حتی خارج و داخل کشور هستند، نه مردم مبارز انقلابی و کنونی شورشی. در حقیقت این حالت‌های صحبت‌های خشونت پرهیزی ما ببینیم که تکانهای شورشی صحبت از قهر انقلابی می‌کنند و مردم، و در رتبه اشاره شما در دور دوم قیام و که هنوزم در جریان داره، خواسته اونها چیز دیگری است. خودشون دارن در کف خیابان‌ها اعلام می‌کنند، اما ما می‌بینیم که در تبلیغات حامیان سپاه پاسداران داخل و خارج اینها صحبت از خشونت پرهیزی میکنن. حتی اگر دولت هایی هم در جهان بخوان که صحبت از خشونت پرهیزی بکنن، و احتمالا هم در صحبت های سران دولت آمریکا هم در بعضی جاها اومده و ذکر کردن، اراده همونطور که گفتم تاریخا ثابت کرده که اراده مردم هست، نه صحبت سخنگویان دولت خارجی و یا دم و دنبالچه های سپاه پاسداران. بله. من فکر می‌کنم که این روشن باشه که ما همه مردم و همه جوانان مبارز شورش انقلابی کاملا به این ترفندها آگاه هستند و راه خودشون رو قاطعانه دارن پیش می‌گیرن. بله.
دکتر سعیدی، به عنوان آخرین سوال، همینطور که خودتون هم گفتیم، بی‌تردید همین استمرار قیام عامل اصلی تو جلب حمایت سایر کشورها و مردم ایران و فشار روی رژیم بوده و هست. تو همین رابطه شما مانع سر راه قیام مردم رو تو سال 1402 چطور می‌بینید و راه حل عبور از این موانع چی هستش؟ ببینید، موانع در واقع فکر میکنم سعی و کوشش هایی که من طبق بعضی از این شعارهای منحرف کنندم که خدمتتون عرض کردم برای منحرف کردن یک جنبش انقلابی هست. هرگاه که ما میبینیم که یک مبارزه انقلابی با قاطعانه و با شروع و گستردگی فراوان جلو میره، خب ضد انقلاب اون هم وجود داره. من فکر میکنم که باز هم ما در رابطه با تمام جنبش های انقلابی و حتی اونهایی که طبیعتاً موفق شدن و موفق بودن، هیچ کدوم از اینها بدون چالش های جدی جلو نرفته، چه از داخل و چه از خارج. اما اون چیزی که تعیین میکنه این هستش که مردم مسیر خودشون رو کاملا به اون واقف هستن، واقعا بهای سنگینی دارن برای اون میپردازن. و ببینید، یک مقاومت سازمانیافته رو ما نمیتونیم از اون بگذاریم. واقعیت اینه که تنها نیستند. این مقاومتی هست که در خارج از کشور و در داخل کشور با گستردگی، با سازمانیافتگی، با قدمت تاریخی به عنوان یک آلترناتیو واقعا تاریخی و دیرپا و استثنایی کل تاریخ ایران وجود داره حی حاضر، که میتونه که کمک و همچنین در که داره فعالیتش رو انجام میده، کمککار تمام مبارزین داخل کشور هم باشه و جلوی هر نوع ترفندی رو در خارج کشور طبق همون صحبتی که کردیم در رابطه با شعارهای انحرافی به قصد منحرف کردن انحراف و جنبش قهرآمیز مبارزه و انقلاب داخل ایران بکنه. بنابراین این واقعیت امر است که ما باش مواجه هستیم. پیروز میشه، ولی ما میدونیم که چه چالش‌هایی وجود داره و همه اونها رو هم قاطعانه و قهرمانانه و با واقعا منش انقلابی پیش خواهیم برد. بله، اشاره کردید به سازمان یافتگی و درود به کانونهای شورشی سازمان یافته که این چنین در مقابل رژیم ایستادن. و با تشکر از شما دکتر صوفی سعیدی، استاد دانشگاه در امور روابط بین المللی از آمریکا، که دعوت ما رو پذیرفتید و به سوالات ما پاسخ دادید. با تشکر از شما. خیلی خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون.